سلام و درود مخلصان هوادارانی ورزش رقم یک دنیا، خصوصاً مخلصان کریستیانو رونالدو. آن چیزی که بسیار مخلصان رونالدو از آن هراس داشتند در نتیجه رخ داد. رونالدو رسماً به النصر رفت، در حقیقت باور نکردنی، هرچند که خبر و وضوعی به این دسته رفتنی او بودند و آنها را حتی سرچشمه های با اعتماد خبر میدادند، ولی مخلصان تا آخر به آن باور داشتند که او به یگان دسته اروپایی میرود. اما در تقدیرش النصر بوده است. این ترانسفر چگونه رخ داد و چرا کریستیانو ما از دسته عربستان را انتخاب کرد؟ اویدی همه این در برنامه امروزه معلومات پورا خواهیم داد. این ویدیو با سرپرستی یکیک ساخته شد. رگیستراسیو سون پر کردن مبلغ از سوم گوشه و کانال دنیا و کوفیسنت های بلند، ولی مهمتر از همه بونوس $300 در اولین پرداخت با پروموکد میدان. معلومات ضروری در کامنتاریا. با همه موفقیت. سال 2022 برای کریستیانو رونالدو و اویله او مثل خوبی دهشت بود. اگر انسان به طور همیشگی یگان خاطره رو فراموش کرده میتوانست، پس کریستیانو همه خاطره های این سال رو به گوشه فراموشی میبرد. خود تصور کنید، مناقشه از پشت شکستن تلفن یک مخلص بیمار، مرگ فرزند نوزاد، نشستن و در کرسی احتیاطی منچستر یونایتد، نوفامیو با اریک تنخاک، انترویو بحث برانگیز و با جنجال ترک کردن امیو، جام جهانی برباد رفته و اینک گزارش به دسته عربی و انجام کریره در فوتبال اروپایی. او چنین انجام کریره را انیق انتظار نبود. کریستیانو سال 2015 حتی در این موضوع گپ زده بود. میخواهم کریرم را در اروپا در سطح بلندترین انجام دهم، نه اینکه در امریکا، در قطر و یا در دبی. متاسفانه بدترین انتظارهای رونالدو عملی شدند و بسیار مخلصانش هم رو افتاده میباشند. سوال به میان میآید که برای چی کریستیانو در اروپا کریر خود را ادامه نداد؟ جواب خیلی عادی است. از اروپا یگان پیشنهاد ارزنده نبود. هنوز در لحظه که کریستیانو در قطر در جام جهان قرار داشت، فابریتسو رومانو نوشته بود که تنها یک دسته با او پیشنهاد رسمی کرده است و این هم النصر میباشد. ولی رومانو قید نمود که به این نگاه نکرده، کریستیانو تا آخر پیشنهاد ارزنده را از اروپا انتظار خواهد شد. دسته عربستانی هم از این خواهش رونالدو بخبر بود و با او تو انجام ماه دکبر وقت داد. علاکه 16 دکبر معلوم شد که یگان دسته اروپایی با پیشنهاد ارزنده به سراغ کریستیانو نامده است. در این باره اینسایدری دیگر ایتالیایی جانلوکا دیمارتو گپ زده بود. اما به این نگاه نکرده در تلگرام کانال ها و در فیسبوک فیک ها در باره رونالدو فعالانه پهن می شدند، خصوصا اوضاعی به ریال برگشتن او. وقتی ما گفتیم که رونالدو به ریال نمی رود و این خبرها دروغند، بعضی ها ما رو دشنام حقورت کردند که تو دروغ میگویی، کریستیانو در حقیقت به ریال میوید. اکنون پس از همه این به همون نفران سلام خود رو میرسونم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت هستید. باری دیگر خاطررسان میکنم که ما کانال میدان تیجی همیشه به معلومات نشریه با اعتماد تکیه میکنیم و خلاصه برداری کرده بعدا خبر میدیم. ما برای خبرهای کانال های دیگر جوابگو نیستیم. آن حقیقت هم روی آب برآمد. خلاص کریستیانو رسما فوتبال بازی النصر شد. مخلصان چونان به این خبر باور کردن نمیخواستند که حتی 3 ساعت پیش از رسمی شدنش، وقتی فابریتسو رومانو در این باره خبر داد، اونو باز هم این معلومات رو فیک و دروغ میگفتند. وقتی عکسو از مغازه رسمی النصر پیدا شدند که اونجا فرمای رونالدو رو به فروش برآورده ایستادند، باوری آهسته آهسته بیشتر گردید. در نتیجه درباره این ترانسفر در صحیفه خود کریستیانو به طور رسمی خبر داده شد. البته این گزارش به بسیار مخلصان کریستیانو پسند نیامد، ولی در این سینو سالی رونالدو و با در نظر داشت حالت ورزشی حاضرش، او در حقیقت شرطنامه بهترین رو به دست آورد، خصوصا اگر جهت مالیوی اون رو به نظر گیریم. کدام فوتبال باز 38 ساله در 2.5 سال 500 میلیون یورو معاش گرفته است؟ و عموما کدام فوتبال باز در تاریخ چنین معاش گرفته است؟ چنین نفر نیست، ولی کریستیانو چنین شرطنامه رو به دست آورد و سرمعاش ترین بازیگر در تاریخ شد. رونالدو گزارش چی خود را به دسته النصر چنین شرط داد: از آنه که در کشور و لیگای دیگر هنرنمای خواهم کرد و از پروژه النصر در هیجان هستم. خرسندم که به نزدیکی به دیگر همدستهایم پیوست شده به دسته برای موفق شدنش کمک خواهم کرد. به شبه گزارش رونالدو به دسته عربستان سعودی برای فوتبال آسیایی یک قدم به پیش است، خصوصا با در نظر داشت اون که ما میتوانیم رونالدو رو در دوشنبه ببینیم. اگر در جریبیوفکای لیگ چمپیونای آسیا النصر و استقلال در یک گروه قرار گیرند، پس کریستیانو مهمونی تاجیکستان خواهد شد. مخلصان رونالدو، شما این ترانسفر رو چگونه با او میدید؟ حتما در کامنتاری نویسید. با همین تمام دوستان، با شما بود کانال میدان تیجی.
ва ман Беруз Артеков. Хайр то барномаҳои дигар. Муваффақу пирӯз бошед.